این که بخشی من تو جاده بودم گوشم، حقیقت این که امکان دیالوگ شکل بگیره خیلی دشواره، خیلی دشواره. من فکر میکنم روزگار است که گوشی برای شنیدن وجود نداره. دهنهای گشاد برای حرف زدن زیاده، اما گوشها برای شنیدن خیلی تنگه. به خصوص که در مورد بیژن عبدالکریمی باید بگید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بسته شده. من 30 سال با پور حسن رفیقم و 30 سال حرف مرد یکیه، چنان که میریم 30 سال همین حرف رو میزنه، من هم آقای دکتر هم. اینه که من فکر میکنم اگر بخوام با زبان فوکوی صحبت بکنیم، همه ما بخشی از قدرتیم. یعنی همین که عبدالکریمی نیستم من، دکتر عبدالکریمیم، همین پیشوند دکتر و یک جایگاه علمی هم در دانشگاه دارم، استاد دانشگاه هستم، همینا باعث میشه که من بخشی از ساختار قدرت علمی باشم و در واقع جز خدایگان باشم. شاید دیالوگ طبیعی با افراد بی قدرت، افرادی که جز به ساختار قدرت نیستن، دانشجو تا زمانی که دانشجوه امکان گفتگو بیشتر وجود داره. لذا سپهر عمومی جای خوبی برای دیالوگه، اما اینجا مثل گلخونه میمونه که خارج از فضای طبیعیه، خارج از فضای طبیعیه. به هر حال میخوام بگم خیلی دشواره که من با پورحسن بتونیم سر یک مسئله توافق بکنیم. با آقای دکتر محمدی عزیزم، آقای دکتر محمدی کاراکتر شکل گرفته، کاراکتر من شکل گرفته، دو کاراکتر شکل گرفته در مورد شریعتی میخوایم حرف بزنیم. نه آقای دکتر حاضر کمی از اون ساختار ذهنیش دست برداره و نه، مثال میخوام بگم عموما چنینه، حالا مگر استثنایی باشه. حالا با این به اصطلاح اگر اجازه بدید، من هم خیلی جسد و گریخته، من کتاب شما رو نشستم خوندم، فتح شما میشه. آقای دکتر میدونید بحث توی افق مشترکی صورت نمیگیره. بحث حالا من راجع میری میخوام حرف بزنم. من حقیقتش اینه که راجع میری چند تا راجع به کارش بله، واقعیتش اینه که نه، راجع خود میری هم هست، چون دلیلش اینه که نوشته های هر کسی پژواک شخصیت اونه و آثار میری و نوشته هاش هم دقیقا پژواک شخصیت خوب میریه، شخصیت هم ناآرامه به مفهوم مثبت کلمه، هم شخصیت دوست داشتنیه به چند دلیل. میری امروز تو جامعه ما به اصطلاح یک نوع تیپ شده، یه تیپه، یک حتی تیپ منحصر به فرد نگم، ولی خب تیپ قلیلیست. میری در این پروژهش چند تا هدف رو دنبال میکنه، چند تا قایت رو دنبال میکنه که من بسیار باهاش همدل هستم و فکر میکنم خیلی ضروریه. میری میخواد میراث تاریخی ما رو حفظ بکنه. صحبت از شریعتی صحبت از یک فرد نیست، حفظ میراث تاریخی ماست، میراث تاریخی معاصر ماست. میراث فقط اون چیزی نیست که از گذشته به اسم میرسه و شریعتی با ما معاصریت داره. و امروز جامعه ما به شدت رابطش با میراث قطع شده. جامعه توهی، جامعه ای که نسبت به هر آنچه که مربوط به خودشه کینه داره، بغض داره، بیزاره، نفرت داره. نتیجه هرمنوتیکی این سخن اینه که متن و میراث تاریخی خونده نمیشه. جوانان ما، نه فقط جوانان ما، پیران ما، اساتید دانشگاه ما وقتی با متن برخورد میکنن، متن رو تخریب میکنن، متن رو ویران میکنن، با متن قهر میکنن، به متن پشت میکنن، یا نهایتا متن رو نادیده میگیرن. و جامعه ما امکان دیالوگ با متن رو از دست داده، امکان فهم بهتر متن رو از دست داده. اینکه من بتونم شریعتی رو بخونم بهتر از خودش، اینکه من بتونم امکاناتی رو از توی متن به اصطلاح کشف بکنم. و این تبخش امروز ما دوچاره که تبخش فرهنگی هستیم. ببینید غرب اگر غرب شد به خاطر سنت، یک سنت نیرومند داره. غرب
امروز لایه اوزون سوراخ میشه، میره سراغ اخلاق نیکوماخوسی ارسطو تا ببین از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو چه اصلی رو میتونه برای مواجهه با سوراخ شدن لایه اوزونی که اصلا روح ارسطو ازش خبر نداشت. اما این جامعه چون قدرت داره متن رو وادار به سخن گفتن میکنه که ارسطو تو بر اساس اصول اخلاقی خودت امروز در برابر من و مسئله من که سوراخ شدن لایه اوزانه چی میتونه بگی؟ همچین چیزی وجود نداره. ما از متن چیزی میسازیم که با متن هیچ نسبتی نداره. در مورد شریعتی حالا میخوام بگم، من تأثیر باشه شده، مثال ملموسش رو میخوام بزنم. یو از شریعتی تروریست میسازیم، یو از شریعتی یک داعش میسازیم. نمیگم امکان این بحث وجود نداره که میتوانیم در اندیشه شریعتی مفاهیمی رو پیدا، من با این مخالف نیستم، اما باید نشون بدیم و در این حال باید تفاوت ابوبکر بغدادی رو با شریعتی درک کنیم. دانشگاه و جامعه علمی که فرق شریعتی با داعش رو نمیفهمه، فرق نیچه و هایدگر رو با طالبان نمیفهمه، این دانشگاه باید ویران بشه. لذا ما امروز جامعه ما هم در سطح قدرت سیاسی و هم در سطح علمی به هیچ وجه به دیگری گشوده نیست. یعنی این جامعه مرگ 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 بر، فقط ساختار قدرت سیاسی نیست که با همه جهان میگه مرگ مرگ بر. همکار من در دانشگاه که 30 ساله، انقدر که همکارم رو دیدم، خواهرم رو ندیدم، برادرم رو ندیدم، انقدر نسبت به هم قریب و بیگانه ایم، با اینکه 30 ساله هر روز همدیگر رو میبینیم، هر روز داریم. به نظر من امروز سوبژه ایرانی یک سوبژه در خود فرو بسته است، یک encapsulated ego شده، یک کلوز ego شده، دیگری رو یا نمیبینه یا کوچک میکنه. اینکه ما بتونیم دیگران رو بزرگ بکنیم و این به اصطلاح این بلای بزرگی است که جامعه ما باش درگیره. روشنفکران ما همدیگر رو نمیخونن، آثار من رو دانشجویان هم میخونن، همکاران من نمیخونن، چون اونا جز خدایگانن و نیازی ندارن. اما به نظر من میری داره کاری میکنه، میری بیریا با دیگران داره گفتگو میکنه و هر آنچه که در چنته داره رو میکنه. بعضی از همکاران من مدعیان که زبان انگلیسی بلدن، هیچگاه در مقابل دیگری انگلیسی حرف نمیزنن. این تجربه من در خارج از کشور بود، این کوردانیسم، اینکه همه ما در آکسفورد بودیم، ما در مردی که خارج از کشور که میره به هیچ وقت توی سمیناری لیسنینگ نداره، میره واسه بچهش عروسک بخره، اما میاد پوز میده که من در فلان سمینارها بینم. این ریای علمی. همکار من جرئت نمیکنه من برم سر کلاسش، چون میدونه اگه برم سر کلاسش مشتش باز میشه که چه مزخرفی میگه. میری خیلی سینسیر، خیلی صادقانه، هر آنچه در چنته داره کم یا زیاد میاد در یک متن آشکار میکنه و مورد قضاوت قرار میگیره. خب این داره طباطبایی رو نقد میزنه، این داره با شدید دیالوگ میکنه، معلومه که حرف حسابش چیه. این برخلاف کسانی است که یک چهره اساقوت داده میگیرن، از یک موضع به اصطلاح هگل و مارکس و نمیدونم وبر به شریعتی نگاه میکنن، اما هیچ جا معنی کجا باید یقش بگیری. به نظر من میری در واقع پروژهش که با معاصران، با چهرهای طباطبایی مثل شریعتی، فارغ از این که موفق بوده یا نبوده، من اصلا وارد این بحث الان نمیشم، اما میخوام بگم فی نفس خود این تلاش برای گشودگی به دیگری، تلاش برای به اصطلاح گفتگو و وارد گفتگو علمی شدن، به نظر من یک تیپ جدیدی از روشنفکری رو، و حالا کلمه روشنفکرم ضعیفه، یک تیپ جدی از آکادمیسیان روشنفکر، واژه ندارم، روشنفکر مقدار تحقیرآمیزه چون حساسیتش برای قدرت به اصطلاح میری یک آکادمیسیان نیست که در واقع با جامعه ارتباط داره و این خیلی مهمه. آقای دکتر تانکاهونی، این تجربه زیسته منم هست، حیات اجتماعی نیروی داره، هر آن کس که از این نیروی اجتماعی به صرف آکادمیسیان بودن، از
به اسم ژورنالیست، به اسم ستیگری رفت در یک موضوع برج آج نشست که خیلی کارهای عمیق بکنه، نهایتاً یا تکنوکرات بروکرات میشه که در ساختار نظام‌های علمی پست به اصطلاح دلش خوشه که رئیس، دلش خوشه که معاون، از میخوام قصد جسارت ندارم، قصد بحث مصداقی نمی‌کنم، همکارانی که در واقع به جای اینکه از کتابش امتیاز بگیر از امتیاز مدیریتش برخورداره و پست یا دچار انزوا و ناامیدی و افسردگی و نهیلیست میشه و نهایتاً دچار افسردگی شدید میشه. این که میری این تجربه زیسته رو داره که ارتباط البته خطرناک، یعنی وارد حیات اجتماعی شدن با جامعه ارتباط قرار کردن میتونه آدم رو اسیر پوپولیسم کنه، این یک خطره. من چون خودم هم با این آفت مواجه هستم این رو به رسمیت میشناسم. منتها خطر یک طرف نیست، انسان همواره دو طرف در خطره. اگر یک طرف خطر اینه که شما در واقع وقتی وارد مراوده با جامعه میشی، جامعه تو رو یه مقدار از اون اشل برج آجت بالا پایین میاره و به جای اینکه بحث‌های دقیق بکنی ممکنه یه مقدار بحث سطحی بشه، اما اون خطر هم هست که یک طرف شما دچار نیهیلیسم و بی‌معنایی بشی، یعنی میخونی ولی نمیدونی برای چی میخونی و آخرش هم میذاری کنار، میگی اینا میخوندم چی شد، و از یک طرف دیگه شما در واقع کار علمی رو اولش در واقع از یک موضع هایدگر به عبدالکریم نگاه میکنی، از یک موضع هگل به عبدالکریم نگاه میکنی که عبدالکریم سطحی، عبدالکریم تلویزیون میره، عبدالکریم میخواد از اون موضع نگاه کنه، اما نهایتا نگاه میکنه یک تکنوکرات شکم گنده شده که حالا مثلا افتخارش اینه که مثلا 20 سال رئیس دانشگاه شده. متوجه هستی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این خطر رو. به حال اینا ارزشاییست. نکته بسیار مهمی که من در نوشته های میری همچنین در این نوشته اخیرش، طرح اخیرش، پروژه اخیرش دیدم، نوشته شریعتی خیلی، نوشته میری خیلی بی عقده است. خیلی مهم آقای تونکاوانی. یعنی اکثر کسانی که مثلا راجع به شریعت حرف میزنن یا با یک شیفتگی تمام حرف میزنن یا با یک به اصطلاح کینه و نفرت از شریعتی حرف میزنم، نوشته اکثر نوشته های روشنفکرها که خود من یکی توش باشم، خود نمایی توش زیاده، خود بزرگ کردن زیاده، دعوت به خیش زیاده، منم توش زیاده. من در نوشته های شریعتی، در نوشته از نوشته های میری از معدود نادره نوشته بی عقده است یا کم عقده است. حالا اگر من ندیدم یعنی نوشتش نه کینه توزانه است و نه شیفتگی. اونجا که با احترام یاد میکنه در این حال نقد خودش هم شریعتی میزنه، بازم در مورد سرد و ثقبش یک بحث دیگه است. یک پروژه بزرگی میری داره و اون که میکوشه شریعتی رو خارج از حوزه سیاست مطرح کنه، شریعتی آکادمیسیان، شریعتی در دانشگاه، خارج از فضاهای سیاسی و ایدولوژیک. اون میکوشه خارج از شریعتی مصلح دینی، خارج از شریعتی تئولوژیک، شریعتی انقلابی، یک رویکرد دیگه به شریعتی داشته باشه، شریعتی رو در حوزه جامعه شناسی مطرح بکنه، برجسته بکنه و وجه علمی و سوسیولوژیک شریعتی رو تقویت بکنه. این خیلی خوبه در جهت همون حفظ میراث، در جهت حفظ میراث و اینکه شریعتی رو در قامت یک سوسیولوژیست میبینه و صاحب داکترین میبینه و شریعتی رو در قامت یک سوشال تئوریست میبینه. و طرح دیگرش اینه که شریعتی در یک افق جهانی داره مطرح میکنه، یعنی میگه که ارزش داره ما شریعتی رو به عنوان یک جامعه شناسی که میشه اون رو در کنار دورکیم بگذاریم، اون رو در کنار مارکس بذاریم، اون رو در کنار وبر بذاریم و شریعت رو میتونیم به عنوان یکی از کلاسیک های جامعه شناسی ببینیم. اینها ارزش های کار میلیس. پشت سر این ارزش دیگری وجود داره که جامعه ما از دست داده و اون خودباوری. البته دو تا خطر وجود داره. جامعه مقلد که فقط هضم رابعه حرفای دیگر رو بلغور میکنه و این بلای بزرگ دانشگاه است. یعنی عبدالکریمی تا زمانی که میگه هایدگر چنین میگوید، هگل چنین میگوید، هیچ اشکالی پیش نمیاد، اما همین که میگه من چنین میاندیشم، همه موضع میگیرن و
در واقع خیلی جاها مدعی هستن که ما باید خودباوری داشته باشیم، اما این خودباوری توهمه. یعنی به صرف اینکه درسته که هر گردوی گرده، اما گردی هم گردو نیست. من دوستان این میشناسم تو همین سالون ها داد زنن که تا کی میخواییم حرف های دورکیم و وبر رو تکرار بکنیم. آره این کلمتون حقه، اما تو باید در قد و قامتی باشی. و من میدونم که باید شجاعت اندیشیدن داشته باشم، اما صرف این که من میدونم قدرت اندیشیدن داشته باشم به این معنی نیست که من از هایدگر میتونم بگذرم. اگر میتونستم از هایدگر بگذرم که بحران تفکر در این کشور حل شده بود. یک دانشجوی خامی در رسالهش نشود من و هایدگر و هگل و کانت معتقدیم که ها، یعنی خودش رو در اعداد اونها قرار داده. میری بر خود باوری تکیه میکنه، اما نمیگه من حرفی دارم که در قامت وبر رو من ندیدم. میری در جایی بگه من میخوام خودم رو، من میخوام به نقد وبر بپردازم، من میخوام به نقد مارکس بپردازم، اما خیلی خیلی به اصطلاح متواضعانه میگه شریعتی سرمایه اجتماعی ما ایرانی است که میتواند با دورکی مقایسه شود. امام موسی صدر حرفی دارد که این حرف رو میتوان روش اندیشید به مثابه یک ایده جهانی. حتی گاهی وقتا شاید افراط میکنه، مثلا نظر من محمد تقی جعفری حرفی داره، حالا خب یک بچش ممکنه حالا بگم داره مبالغه میکنه، اما خود این تواضع، این خود این تواضع که بر روی خود باوری دست میگذاره بیان که در واقع این خود باوری خود بنیادانه باشه، یعنی دعوت به خودش بکنه، آقا من میخوام، من ایرانی، من سوبژه ایرانی، من میری میخوام نقد بزنم. البته خود میری هم انقدر خام نیست، این ادعا میتونه خام باشه که مثلا من میخواهم اندیشه های متحری رو در سطح جهانی مطرح کنیم، این خطر هم وجود داره. اما میری کاملا خودآگاه، میان خواندن و خانش تمایز وجود داره، این تمایز خوبیست. او نمیخواد بگه شریعتی همینجور خام ما میتونیم بگیم، او میگه ما باید یک در اینجا یک سیرورتی صورت بگیره، یعنی من با فریختگی خودم باید انقدر فریخته باشم بتونم متن رو به سخن گفتن وادارم، و البته این قابلیت در متن شریعتی هست. میری یک پروژه بزرگی داره، میری یک پروژه بزرگی داره که حالا شاید در مقابلش به اصطلاح ریا باشه، اما این خود این ایده ارزش جهانی داره. میریم میگه که ما امکان وجود نوعی جامعه شناسی در آسمان‌های غیر اروپایی رو داریم، یعنی جامعه شناسی نباید اسیر منطق اورینتالیسم بشه، نباید جامعه شناسی اسیر منطق یوروپ سنتریسم بشه، و این امکان وجود داره. نمیگه من این امکان رو دارم، میگه این امکان این پرنسیپل علل اصول وجود داره، و در واقع ما میتوانیم شریعتی رو به عنوان یک از سرمایه های علمی و آکادمیک و فرهنگی خودمون اون رو در حوزه جامعه شناسی یوروپ سنتریسم سرکوب نکنیم. یعنی تا زمانی که زمین بازی رو اونجا میگیری و با معیارهای اونجا اینجا رو میچسبی باید همین رو نفی کنی، اما میشه زمین بازی رو تغییر داد، میشه از یک افق دیگری اندیشید. و من فکر میکنم تفکر آینده ما، تفکر آینده جهانی و به تبع آینده جهانی، تفکر آینده در کشور ما تفکری است که خارج از منطق یوروپ سنتریسم خواهد بود. البته این خطر وجود داره که به بنیادگرایی تن بکنیم و به نوع بومیگرایی احمقانه تن بدیم. در میری این خامندشی وجود نداره، یعنی مخالفتش با یوروپ سنتریسم به معنای یک نوع بومیگرایی مبتذل و سطحی نیست. برخلاف کسانی که مخالف شریعتی هستن و لذا مخالف میری هم هستن، و من میدونم حرف زدن در شریعتی به معنای امضا کردن حکم مرگ حیات اجتماعی است، یعنی اگر من امروز بیام راجع به سارتر حرف بزنم، راجع به هایدگر حرف بزنم، خودم رو بردم بالا، اما راجع به شریعتی حرف بزنم انگار خودم رو کوچیک کردم، انگار خودم رو حقیر کردم. و خب میری به این شجاعت دست داده، اما همون روشنفکران شیفته عصر روشنگری و ارزش‌های روشنگری که با سنت مخالفن، با
در واقع فضای روشنگری و ارزش‌های روشنگری می‌اندیشن. خب اگر با اونها بگیم که بابا روشنگری چیزی جز جرأت اندیشیدن نیست، به تعبیر کانت در مورد ساده جزئی که تحت عنوان روشنفکری چیز میگه روشنگری یعنی که از صغارت بیرون اومدن و خود جرأت کنی بندیشن، خب در واقع تلاش میری هم به یک معنا دعوت بینه که ما ایرانی ها در مقام یک سوبژه ایرانی اگر الان نمیتونیم ولی باید تمرین کنیم، باید شروع کنیم آرام آرام با فهم مراتب بمونیم که در واقع ما هم باید از صغارت در از صغارت و تحت قیومیت اروپا محوری در بیاییم. البته ایده خیلی بزرگ، یعنی به سهولت چنین نباشه فردا هر چال دهانی مدعی بشه که من مارکس رو نقد میزنم. من نه اینقدرم کشک نیست قضیه، اینقدر کشک نیست، ولی به هر حال. و ایده بزرگ دیگرش، ایده بزرگ دیگه به اصطلاح قابل تأمل میری در اون طرحش اینه که جامعه شناسی شریعتی رو میشه در فضای جامعه شناسی پسا استعماری در واقع مطرح کرد، اینکه شریعتی رو در کنار فانون قرار میده تحت عنوان کاتگوری مقوله جامعه شناسی پسامدرن. نکته دیگه شریعتی اینه که نکته دیگه میری، اثر میری در مورد شریعتی، گفتمان های اجتماعی در اندیشه شریعتی اینه که در واقع آفتی که در جامعه ما وجود داره اینکه ما استعداد استفاده از منابع فرهنگی اون رو دست دادیم. درست همونجور که ارزه نداریم من نفت استفاده کنیم و میگه نفت ما رو بدبخت کرد، در زندگی فرهنگی اون ما قدرت استفاده از منابع فرهنگیمون رو نداریم. ببینید بالا بریم پایین بیایم، هگل مال غربه، مارکس مال غربه، اما سه جمال مال منه، اقبال مال منه، شریعتی مال منه. سوبژه ایرانی باید هیستوریسیتی خودش رو درک بکنه. ما در یک فضای یونیورسال ابسترکت، در یک فضای متمکتیکال، در فضای اسیری بیرون از زمان و بیرون از مکان نمیتونیم بیاندیشیم. من عبدالکریم یک سوبژه ایرانی با محدودیت‌های تاریخی خودم هستم. بی تردید شریعتی به من از هگل نزدیک‌تره. مسئله او مسئله منه، دردهای او درد، حتی توهمات او توهمات منه، خطاهای او خطاهای منه. من نمیتونم با درد دیگری زندگی کنم، من نمیتونم. با این حال این خطر وجود داره در جامعه ما، کسانی که شریعتی صحبت میکنن یا واگویی میکنن و واگویی بسیار زشت و کریهه، چون که اسلامگیراهای ما دائما واگویی اسلام میکنن و هیچ نسبتی با زمان نداره. فرض کنید من بیام آری این چنین بود برادر رو الان بخونم، شهید قلب تاریخ است، اینا هیچ نسبتی با زمان نداره. یعنی واگویی چون عنصر زمان رو در نمییابه و فکر میکنه. و یک طرف دیگه هم آفت اینه که یک آفت دیگه هم اینه که شما اصلا با متن ارتباط برقرار نکنید، یعنی به متن پشت بکنید یا راجع به متنی حرف بزنید که تو تکست وجود نداره. لذا دو تا خطر وجود داره: واگویی بی‌معنای متن و یک طرف دیگه رها کردن متن. در میری شما یک نسبت دیالکتیکی میبینید. میری در قد قامت خودش میکوشه به واسازی دیکانستراکت متن بپردازه، به باشکافی متن و سبت واسازی متن بپردازه. شریعتی نمیگه من یک جامعه شناس پست کلونیالیست هستم، اینو میری میگه، اما به کمک متن. متوجه هستید؟ خب این اینا اثرات به اصطلاح نکات مثبت اندیشه های میری بود. و میری جاهای دیگری بحث‌های انتقادی بسیار جدی به شریعتی داره که عقده‌گشایانه نیست، ایدئولوژیک نیست. بسیاری از نقدهای گران نسبت به شریعتی است حاصل خشم و کینه نسبت به وضعیت کنونی هم. یعنی درست همونجور که عقل روشنگری در اصل روشنگری خشم و کینه و نفرت ضد کلیسایی داشت، خشم و نفرتی که قابل فهم هست اما به لحاظ علمی و آکادمیک و به لحاظ متافیزیک و فلسفه قابل تأیید نیست. ما میفهمیم چرا در قرن 18 و 19 به دلیل جنایت کلیسا نسبت به پاپ و نسبت به مسیحیت کینه وجود داشت، اما اینکه قصه مسیح و قصه پاپ رو یکی کنیم ناشی از یک نگاه علمی نیست، ناشی از یک نگرش علمی نیست. مخالفت با مسیح و مسیحیت به عنوان یکی از میراث‌های بزرگ تاریخ بشری، یک میراث بزرگه،
در واقع ما نمیتوانیم به خاطر اینکه کلیسا جنایت کرد نقش مسیحیت در تاریخ بشریت رو نادیده بگیم، چون که امروز به خاطر فجایع، به خاطر اینکه بنزین گرونه، حق نداریم نقش تمدنی اسلام رو نادیده بگیریم. عناصر بزرگ به اصطلاح معنوی و انسانسازی که در این دین هست، عرفانی که شکل گرفته، مگه میشه این میراث تاریخی رو، حتی به عنوان شما به عنوان جامعه شناس، مگه میشه از جامعه ای صحبت کرد بدون وجدان مخفولش؟ مگه میشه از ایران صحبت کرد اما حکمت معنویش رو ندید، تاریخ 10,000 ساله معنویش رو ندید، محمد رو ندید، عرفان رو ندید، تصوف رو ندید، شعرش رو ندید، موسیقیش رو ندید، معماریش رو ندید؟ این چجور ایرانیه؟ این ایران نیست که، یه توهمه. و به خصوص از جامعه شناس انتظار نمیره، از جامعه شناس انتظار نمیره که از یک جامعه توهمی، یک جامعه انتظاری صحبت کنه. اما علارغم همه اینها میری نقدهای بسیار خوبی میزنه، اینکه شریعتی فاقد اقتصاد سیاسیه. این نقد قابل تحمله. البته فقط به میری خواهم گفت که این فقط شریعتی نیست که فاقد اقتصاد سیاسیه، قدرت سیاسی هم فاقد اقتصاد سیاسیه، دانشگاه مفلوک بدبخت هم فاقد اقتصاد سیاسیه، و روشنفکر پرحرف نقنقو زغزغو هم فاقد اقتصاد سیاسی هست. مسئله ما اینه که فاقد اقتصاد سیاسی هستیم. به هر حال بعضی از مقالات فرازهای به اصطلاح پژوهش میری، مثل تمایز احساس دینی و احساس اجتماعی در شریعتی، و از این رهگذر شریعتی رو با دورکیم مقایسه میکنه و انتقادات دورکیم رو در انتقادات شریعتی رو به دورکیم مطرح میکنه، به نظر من خیلی خوندنیه. من شخصا خیلی لذت بردم، اینکه الگوی بسیار خوبی برای نحوه مواجهه با شریعتی میده. اون مدعی است که شریعتی صاحب تئوریه، یه سوشال تئوریسته، در مورد توتمیسم نظر داره، در مورد جوامع نظر داره، در مورد بست تکامل، بست ادیان و تکامل ادیان به اصطلاح دوران تاریخی با دوران بدوی نسبتی وجود داره که این نسبت رو نمیتوان بر اساس روح جمعی دورکیم تبیین کرد. حرف دیگه، حالا شما جامعه شناسان میتونید با هم دیگه بحث بکنید، ولی کاملا شفافه که به چه اعتبار میری میگه این اندیشه به اصطلاح شریعتی، به این اعتبار به اصطلاح جامعه شناسه. و اینکه چندین، حالا من نوشته بودم استدلال‌های میری رو ازش میگذرم، به هر حال میخوام بگم قابل تأمله. اما در این حال، در این حال که با روح کلی تلاش‌های میری من موافقم، یه جاهایی هم به اعتقاد من میلغزه میری. به نظر من اینکه در صفحه 88 یا در جاهای دیگه میری بین رجعت به سلف و بازگشت به خیش شریعتی مشابهتی میبینه، یا رابطه امت امامت و بازگشت به امت رو شبیه بازگشت به سلف میبینه. شریعتی از واژه امت امامت استفاده کرده. شبیهت تفکر شریعتی امت سنتریک نیست، محور شریعتی امت نیستش. اینکه شریعتی خطری رو داره که مثلا همچنان که بافمن تحت عنوان به اصطلاح کتاب مدرنیته توتالیتریانیزم میگه که در خود ذات مدرنیته به خاطر تکیه بر اصل پیشرفت فاشیست وجود داره، این خطر هم در امت و امامت شریعتی است که به خاطر پیشرفت امت به نوعی فاشیست برسه، به نظر من خیلی بحثا شتابانه، خیلی مجمله، خیلی گذراست. مطالب میتونست بحث پیدا کنه. این اساسا یکی از انتقادات من به میریه که یه مقدار باید بر خیشتن غلبه پای کار کنه. حتی این انتقاد رو من خوب درک میکنم، چون خودم هم این میری هم یک دلاله این که من یه مقدار تیپای مثل من و میری یه مقدار باید خیشتن غلبه پیدا کنیم. شرایط ما رو به شدت به حیات اجتماعی میکشونه و فرصت پیگیری بحث رو و این رو کاملا سر جاش بشه، همه چیز رو یک نوک میزنیم. این که گفتم مثلا این که شریعتی از امت مفهوم ایرانیت رو مثلا تحت شعاع قرار میده و این امتگراییش ما رو به اندیشه بنیادگرایی نزدیک میکنه، به نظر من
شریعتی صرفا خواست از یک ایده امت امامت استفاده کنه تا اندیشش رو بگه و اینه شریعتی خواهان ساختن یک امت نیست. این که میان استبداد و فاشیست و رهبری انقلابی شباهت وجود داره میپذیرم، اما چنین نیست که ضرورتا رهبری انقلابی به فاشیست منتهی بشه. ببینید میری یه مقدار باید بحث ها رو به نظر من خب یه مقدار بحثای میری تحت تاثیر فضای عمومی ما هست، یعنی از نگاه پسا انقلاب داره اندیشه های پسا قبل از انقلاب نگاه میکنه. نکته دیگه اینه که ببینید اون چیزی که شریعت میگه درد امروز ما هم هست، متفکر نمیتونه کامن سنس تبعیت کنه، عقل متعارف. همین الان حوادث اخیر رو نگاه بکنید، توده به یه خشونت رو آورد، توده یه خشمی داره که قابل فهمه، اما مسئله وظیفه من در قبال این خشم و کینه چیه؟ توده امروز به خاطر دلایل بسیار بسیار قابل فهم نیازمند فروپاشیه، و اگر من در برابر این فروپاشی مقاومت کنم قاعده هم بزرگترین انگها رو خواهم خورد. پسر من فرانسه زنگ زد و عرض کرد بابا من میفهمم تو رو، ولی تو رو خدا سکوت کن، هیچی نگو، انقدر شرایط آشفته است هر چی بگی به ضد خودش تبدیل میشه. اگر من میگم فروپاشی راه حل نیست، میگن از کجا میگیره پول، از کجا میگیره، متوجه هستید؟ یعنی میخوام بگم در واقع این انتقادی که شریعتی به دموکراسی میکنه که انتقاداتی است که از زمان افلاطون تا امروز به لیبرالیسم و دموکراسی وجود داره و هیچ کس نتونسته جواب بده. تو دعا همیشه محق نیستن، و منی که تعهد به سرنوشت جامعه دارم، منی که سرنوشت به اصلاح جامعه دارم، چه کار باید کنم؟ شریعتی کوشیده در واقع راه حلی پیدا کنه تحت عنوان رهبری متحد، دموکراسی متحد. البته خب خیلی شبیه این هم هست که من یه جای رأی توده ها رو قربانی کنم، یعنی میخوام بگم این شباهت ها هست، اما بحث یک سویه میشه. یعنی اگر بشینیم بحث رو ادامه بدیم با آفات دموکراسی بیاندیشیم، به رأی توده ها توجه بکنیم، در واقع میبینیم که به سهولت هم نمیشه گفت که اندیشه شریعتی ما رو به کنو فاشیسم میرسونه. اینا از اون مواردیست که نوعی شتاب و ناپیگیری رو نشون میده. بعضی بحثای میری از قدرت دیکانسترایک ناتوانه. مثلا رسالت ادیان در دیدگاه شریعتی یک بحث در اون متن نیست، یعنی در واقع با حرفای شریعتی رو توصیف میکنه، اما مثلا مقاله رسالت ادیان با مقاله توتیویست و شریعتی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی مقاله رسالت ادیان شریعت به اصطلاح میری همون بحثایی است که مثلا شریعتیستا میکنن، یعنی حرفای شریعتی رو واگو میکنن، اما بحث دومش خیلی به نظر من جزء کارهای برجسته مجموعه بود، خیلی هم بحث فانون هم بحث یه جایی مثلا شریعتی رو در کنار محمد و قطب و سید قطب و رشید رضا و اینا گذاشتی در عنوان حامیان ایده رجعت به سلف، به نظر من یه مقداری قابل تأمله. یعنی چی؟ ببینید میری یه جایی میگه که به اصطلاح نوعی در صفحه هم در صفحه 12 هم صفحه 53 میگه که در واقع ایده بازگشت به شریعتی در واقع شبیه ایده رجعت به سلفه. ایده رجعت به سلف یعنی بنیادگرها معتقدن ما باید به گذشتگان صالح برگردیم دیگه، یعنی پیامبر، خلفای راشدین و تابعین اول و تابعین دوم. خب شریعتی به نظر من شریعتی فرقی که شریعتی رو خاص میکنه، شریعتی میدونه که سنت احیا ناشده سنت نیست، شریعتی میدونه که مفاهیم باید دیکانستراک بشه، شریعتی درکی از معاصریت داره، شریعتی خوب میفهمه که بلغور کردن حرفای گذشتگان در کانتکست کنونی. ببینید اصلا بنیادگرایی و پیروان ایده رجعت به سلف درکی از زمان و تاریخیت ندارن. شریعتی بی تردید بسیاری از مقدم و بسیاری از روشنفکران و سنتگران درکی از هیستوریسیتی داره. او دائما از آینده صحبت میکنه، او به آینده چشم دوخته، بنیادگرایی به گذشته چشم دوخته. او به اصطلاح بنیادگرایی سنت رو به عنوان پکیج که آماده همه پاسخ‌ها رو تو جیب داره و فقط یه حوادث محتسبی پیش اومده. بنیادگرایی عالم مدرن رو به رسمیت نمی‌شناسه، این عالم رو می‌خواد بیاره تو عالم اسطوره‌ای و شریعت. اصلاً چنین نیست.
شیطان اونجا که اسطوره صحبت میکنه کاملا خودآگاهی که داره از اسطوره صحبت میکنه، اما در ذهن بنیادگرا مرز بین اسطوره و تاریخ البته اینا رو میری بهتر میدونه، خیلی از من خود میری من یاد گرفتم اینا خودش میدونه، منتها یه جایی به نظر من لغزش قلمه، لغزش قلمه. میری یه حرف درست داره، خیلی حرف درستیه، یعنی این یک درس اپیستمولوژیکه، یک درس اونتولوژیکه، این حرف شریعتی، این حرف میری خیلی اندیشمندانه است که شرایط کنونی تحقق عینی اندیشه شریعتی نیست و در همان حال وضعیت کنونی بی نسبت با اندیشه شریعتی نیست و در واقع این در برابر دو قطبیست که در جامعه ما هستن که میخوان بگن بین اندیشه شریعتی با واقعیت کنونی هیچ نسبتی وجود نداره و یا اینکه اندیشه شریعتی وضعیت کنونی تحقق تام و تمام اندیشه شریعتیه. در واقع این حرف شریعتی به نظر میری قابل تحمله، این حرف میری به ما نشون میده که جهان به طور کلی واقعیت ها به خصوص واقعیت های انسانی تاریخی اموری سرراست، یک دست، یک پارچه و تک ارزشی نیستن. واقعیت های اجتماعی، اینکه شریعتی با جامعه کنونی چه نسبتی داره، اینکه از شریعتی فرقان اومده بیرون، از شریعتی مجاهدین اومده بیرون، از شریعتی سید حسین موسوی اومده بیرون، از شریعتی مثلا آوینی اومده بیرون، به خیلی واقعیت پیچیده است و اینکه ما حق نداریم این پیچیدگی ها رو، یعنی هم در مقاومتی که در برابر ساختار قدرت میشه، هم پاری از عناصر قدرت، همه اینا نسبتی با شریعتی نه. این خوبه که این جامعه ما به این بلوغ برسه که مسائل پیچیده تر از اونه که ما خیلی سرراست بگیم شریعتی هرچی بدبختی داریم مثلا که چل شریعتیه یا نه، بین اندیشه های شریعتی با وضعیت کنونی از اساسا آکادمیسیان نمیخواد تبیین ارزش گذاری کنه، خوب و بد بگه، یک رویدادگی تاریخی اونجا هست مستقل از که من خوشم بیاد خوشم نیاد. این رویدادگی تاریخی در واقع امری مستقل از ما که باید بهش خیره بشیم. خب این قشنگ نشون میده که واقعیت از حدیث آرزومندی های ما، واقعیت از نظام ارزشی و اعتقادی و سیاسی ایدئولوژیک ما تبعیت نمیکنه. به حال با این وصف شریعتی رو وقتی اونجا در زمره ایده رجعت به سلف قرار میده، به نظر من میشه بحث کرد. اینکه میری یه جایی حرفای شریعتی رو میگه، در واقع انتقادی خود منم کردم حقیقتا به شریعتی، اجتناب ناپذیری مدرنیته و اینکه در برابر این سونامی نیهیلیست و مدرنیته شریعتی خیلی ساده اندیشانه فکر کرد که میتونه مقاومت بکنه. البته این حاصل تجربه تاریخی انقلابه، او انقلاب نیده بود اینکه، اما به هر حال توجه داشته باشه این شریعتی داره یک آرکیتایپ هم میده. وقتی شما یک آرکیتایپ داری میسازی، یک مدل میسازی، بحث تحققش در واقع شریعتی داره اورینتیشن میده. مثل اینه که من به شما هم آدرس بدم، میگم ببین حواست باشه شرق اتوبان اینه، غرب اینه، میخوام اول خودت رو پیدا کنی. اما حالا توی کوچه بس کوچه ها چی خیابون های متعددی وجود داره، چگونه باید به سمت شرق اتوبان بری، اینا دیگه بحث های بعدیست. میخوام بگم که یعنی در این حال که میپذیرم که میشه به شریعتی گفت که مثلا به دلیل فقدان اقتصاد سیاسی، به دلیل عدم درک اجتناب ناپذیری مدرنیته و اینکه چقدر سنبه مدرنیته پرزوره، اینکه تاریخ از حدیث آرزومندی ما تبعیت نمیکنه و متفکر بیش از اینکه بازگو کننده حدیث آرزومندیش باشه باید بازگو کننده تاریخ هستی باشه، همه اینا رو من در چپه میری هستم. اما در این حال در مقام دیالوگ نه در مقام نقد، اینه که به حال یک متفکر گاهی وقتا نیاز داره به یک جامعه به اصطلاح یه آرکیتایپ ارائه بده و در این آرکیتایپ ها خیلی چیزا قربانی میشه، خیلی چیزا به اصطلاح نادیده گرفته میشه. نه در مجموع من به اصطلاح فکر میکنم دو بحث رو در مورد میری داشته باشیم، یکی جهتگیری های کلی میری که من کاملا باهاش هم جبهه هستم و یکیش هم بحث های مصداقی و جزئی. یکی از ویژگی های میری اینه که یکی از ویژگی‌های میری در مورد بحثاش اینه که کاملا جزنگرانه صحبت میکنه، یعنی میره میگه این جمله شریعتیه، حالا این رو راجبش بحث بکنیم، غیر از اینه که
خیلی کلی بگیم که شریعتی خیانت کرد، شریعتی نمونه پیامبر است که مثلا هیچ نمونه نداشت. اینا هر دو حرف کلیه. اینکه یک جمله رو میاره و در واقع میره تاریخ ادیان رو میخونه، میره مثلا بازگشت به خیش رو میخونه و عباراتی رو در میاره و روش به حال این هم فکر میکنن یه بحث میری نسبت به خیلی های دیگه تکچوالایزده. این تکچوالایز بودن هم به حال به نظر من جزء نکات خوب کار میری بود. من دیگه حرف قابل عرض دیگه ندارم، پر حرفی کردم ببخشید. خارج از رفاقت دوستان و اینا من هران چه که یعنی اصلا دوستی من خب با میری خیلی عمیقه، ولی خب اجازه من یکی دوتون